اولین اتفاقی که توی فیلم جذاب میفته داشتن یه داستان و درام دیگه. ما چون داستانمون داستان واقعی بود، یعنی یه مجموع اتفاقات واقعی بود که در اون سالهای اول جنگ پیش اومده، مجبور بودیم یه خط روایی داستانی جذاب براش ایجاد کنیم بین مثلا یه خانم و آقایی که حالا بچه دارن و توی اون شرایط قرار گرفتن، برای اینکه خانواده ها هم جذاب بشه براشون. این حداقل کاری بود که میشد کرد که ما سعی کردیم بکنیم. ولی اینکه چهره فیلم یا قیافه فیلم به نظر جنگی میاد کاش نمیشه کرد، به خاطر اینکه فیلم در زمان جنگ اتفاق میفته، یعنی یه ماجرای واقعیه ولی مربوط به جنگ نیست، یعنی خاکریز و توپ و تانک و تفنگ و اینا نداره، مربوط به پشت جبهه است. یه بخشایی از تاریخ جنگمون مخفول مونده و توی کتابا ثبت شده ها، خیلی کتابایی که تولید شده در واقع نوشته شده ثبت شده یا تو تاریخ شفاهی مصاحبه‌هایی که شده مثلا توی در واقع ارگان‌های مختلفی که اینا رو ضبط و ثبت کردن، ولی به فیلم در نیامده، خیلی کم ما تونستیم. قاعدتا اگه فیلم نشه مردم در جریانش قرار نمیگیرن که همه نمیرن اون کتاب، مگه چقدر مخاطب کتاب داریم. به همین دلیل فکر میکنم الان وقتشه که ما بپردازیم به بخشایی که تا حالا بهش نپرداختیم. یعنی ما توی جبهه جنگ زیاد فیلم ساختیم، یعنی توی خود خط مقدم، مثل همه یه فیلم های جنگی خوبی که ساخته شده و هنوزم داره ساخته میشه، هم پارسال هم داشتیم دیگه، مثل اتاقک گلی، مثل نمیدونم شهید بورجردی، اینا جبهه جنگ بود. حالا اون درسته تو شهر بود ولی جنگ بود تو شهر. ولی ما میگیم که آقا این جبهه جنگ پشت جبهه‌ای داشته که داشتن و همیشه این وجود داره، یعنی در واقع این بحث وجود داره که اگر 10% 20% تو جبهه دارن میجنگن، 80% دارن پشتیبانی میکنن. از تهران و مرکز کشور بگیریم پایتخت تا شهرهای نزدیک در واقع مرز، و ما هیچ وقت با اونا نپرداختیم. یعنی تو یه جمله‌ای مثلا توی چیز هست، توی مستندات تو تیتراژ آخر ما هست و واقعی هم هست، اینا همشون سند داره، میگه در طول 8 سال جنگ آب آشامیدنی آبادان قطع نشد، پالایشگاه تصفیه آبش رو قطع نکرد و بابت همون کلی کشته دادن، شهید دادن. یعنی کسی که داشته میرفته اونجا کار میکرده، خب بمبارون هم داشته میشده، ولی نذاشته این تصفیه خونه بخوابه. مسئولین باید فیلم رو ببینن حتما، خودشون و خانواده هاشون باید ببینن. یعنی مسئولین الان، همه مسئولین کشور، یعنی نه فقط مال وزارت ارشاد، وزارت نفت، همه وزارت خونه های دیگه، اتفاقا فیلم مخاطبش، خیلی از مخاطبینش میتونن همون مسئولین الان باشن.